تینیجر شما اصرار داره که با یک چه میدونم ازدواجی میخواد با کسی میخواد ازدواج کنه که 100% با معیارهای خانوادگی مذهبی اخلاقی اجتماعی اقتصادی شما مخالفت مغایرت کنه. شما مخالفتتون رو ملاتفت آمیز میکنید، استدلال میکنید چه بسه و اون نمیپذیره. مرحله بعدی جناب آرامش چی میتونه باشه؟ اگه نمیخواییم خشونت بکنید چی میتونه باشه؟ یا تسلیم باید بشین یا این که نمیدونم باید چی کار کرد. اگه خشونت نباید کرد که نباید کرد، باید چی کرد؟ بله خانم احسان، روی صحبتشون با شما بود جناب آرامش. البته قبل از اینکه من از جناب آرامش خواهش کنم صحبت کنن، خانم احسان، این فردی که شما برای مثال میگید بالغ هست یا بالغ نیست؟ خب وقتی میخواد ازدواج کنه یعنی سن بلوغ رسیده. بله بله بله، بنابراین جواب در خود سوال مستطره به نظر من. بفرمایید جناب آرامش. بله نه نیست، برای اینکه چرا من فکر میکنم هست، حالا بعد من نظرمو میگم بعد از جناب آرامش. جناب آرامش، این بحث رو متاسفانه من فکر کنم صلاحیتشو ندارم تو قسمت صحبت بکنم، چون که اون دیدی که من آوردم وارد این بحث کردم، اون تحقیقهایی هست که میتونه رابطه بین حق انتخاب دوران 5-7 سالگی رو با مسئله اعتیاد دوران تینیجری مشخص. ما نمیتونیم توضیح بدیم یا علتشو بگیم که چرا این اتفاق میفته، این امکان رو نداریم، یعنی نمیتونیم توضیح، ولی میتونیم ثابت بکنیم که یک رابطه مستقیمی داره. بنابراین اگه ما از این مسئله اون میرسیم، بله؟ سوال خانم احسان سوال دیگری بود. من آره. سوال ایشون رو لزومی از تکرار کنم یا نه؟ بفرما شما تکرار کنم. سوال ایشون این بود که ما تا چه اندازه، تا چه حد حق انتخاب رو به فرزندانمون میدیم؟ مثلا برای مثال پرسیدن اگر فرزندی مایل به ازدواج با شخصی هست که از نظر پدر و مادر یا خانواده نامناسب هست و این مسئله با اون فرزند در میون گذاشته میشه، تا چند اندازه پدر مادر میتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن اگر اون فرزند نپذیره؟ که البته من نظر خودم بعد از نظر شما خواهم گفت. بله من تو همین مسئله است که ببینید، مسئله اگه میخوایم کاری بکنیم تا دوره 5-7 سالگی است که ما میتونیم به قول خودمون از به صورت فرهنگ ایرانی که بخوام یاد بدیم بهش چیز رو بدیم، تا اون حدود هست. از اونجا به بعد دیگه باید بگیم نمیدونم یه چی به امید نمیدونم طبیعت، به امید اینکه جامعه بتونه نقش خودش رو کار کنه، به امید سیستم های امنیتی، به امید نمیدونم آموزش پرورش، انشالله که گربه است، انشالله که قربه است. اگه ما بخوایم نقش پدر مادر رو بخوایم وارد این قضیه بکنیم، از لحاظ باز دوباره تحقیقاتی، این تا حدود 5-7 سالگی هست که ما میتونیم اون الگوهایی که صحبتش کردیم، الگوهای تکراری مثبت منفی که صحبتش کردیم یا زخمی شده رو، توی اون دوره است که ما میتونیم نقش اساسی رو داشته باشیم. توی دوره‌های بعدی دیگه نقش ما میشه یه قسمت از نقش جامعه، نقش دوستا و رفقای اون، مدرسه، نمیدونم مسائل سیاسی، خشونت، ژنتیکی، هورمونی و مسائل دیگه. بنابراین موقعی که تا اون مرحله رسیدیم فقط میتونیم نقش پیشنهاد دادن رو اجرا بکنیم از اون مرحله، مگر اینکه ما میخوایم خودمون رو به قول معروف اون ترس و خشونتی که در خودمون هست یا اون رو انتقال بدیم به بچه‌مون. وگرنه با بچه که تا دوره تینیجری اگه تا اون مرحله یاد نگرفت که
اون مسئله محدودهای انتخاب رو که تا چه حد میتونه انتخاب بکنه و چه چیز رو میتونه انتخاب بکنه یا انتخاب نمیکنه، برمیگرده به اون دوره 5 تا 7 سالگی. تو اون دوره هست که ما میتونیم اون نقش اساسی رو بازی بکنیم که این بچه که تینیجر هست که میخواد ازدواج بکنه یا نکنه، که به نظر من دیگه اونجا دیر شده و نمیشه آنچنان کار اساسی کرد، مگر اینکه با مشاوره و با اینکه پیشنهاد داده بشه. بله متشکرم. جناب رامسس با ما هستید شما؟ من یه دفعه متوجه شدم که شما با ما هستید. صدای ما رو اگر دارید، شما نظری دارید بفرمایید در مورد خشونت. قبل از این نه مرسی، من هم دارم کار میکنم. بله زمنم دارم گوش میکنم. بله استراق سم میفرمایید. یه قسمت اضافه کنم به این صحبتم؟ خواهش میکنم. ببینید من بهایی نیستم، ولی تا این با این قد و قواره‌ای که با اون سن و قد و قواره‌ای که دارم، سیستم هایی که شما ارائه میدید این سیستم هایی هست که منظورتون از شما کی هست؟ عملکردش خوبه. منظورتون از شما کی هست؟ با فارسی بهای روم یا بهای فارسی روم از بشه. این چیزهایی که متاسفانه بارها گفتم، اگر ما این سیستم فکری رو در همون ابتدای قرن 19 هم، این حالا به هر دلیلی که نشده، حالا اگه اونجا جا مینداختیم. کدوم سیستم فکری؟ بخش تعلیم و تربیت، یعنی توجه کردن به تعلیم و تربیت. بله من اسمش گذاشتم نان خشونتی، یعنی اون بخش خصوصا در گروه های تفکر باهایی به نظر میرسه که ذهنیت شما با خشونت چیزی نداره. منظورتون از شما کی هست؟ یه مقدار اگه مشخص صحبت کنید. ما الان در روم بهای فارسی هستیم. بله ولی خب شما وقتی میفرمایید شما، منظورتون من متوجه نمیشم کی هست. دوستانی که بهایی هستن میتونن این رو بیان این رو بیشتر باز کنید، چون که من میتونم بیام یک سری تحقیقاتی که شده، حالا رابطه‌ای که وجود داره، اون چیزی که توی جامعه عمل میکنه، اون مسائلی هست که با افراد بخت پیدا میکنه. یک مسئله مثلا دینی میتونه باشه، عرفا سنت میتونه باشه، تفکری که به این صورت اون میشه تأثیر میزنه توی جامعه. این که از شما که در مورد تعلیم و تربیت و نقش اون از دیدگاه بهایی به چه صورت است؟ این سوال من باید خدمت شما. سوال خوبی است و تشویق میکنیم ما دوستان رو از هر زاویه‌ای وارد بحث بشن و نظر بدن، از نظر تعلیم و تربیت، از نظر آیین بهایی و یا سایر ادیان، سایر ایدئولوژی ها. امیدوار هستیم که دوستان وارد بحث بشن و سکوت نکنن. اما نظر من قبل از اینکه میکروفون رو خدمت جناب فاخته بدم در مورد صحبت خانم احسان، نظر من این هست خانم احسان که ما به جای دیگران زندگی نمی کنیم و حق این کار رو هم نداریم. همطور که جناب آرامش هم گفتن، به نوعی وظیفه تعلیم و تربیت، حالا پدر، مادر، آموزش، پرورش، هرچی که هست، این هست که انتخاب صحیح رو، طرز انتخاب صحیح و روش انتخاب صحیح رو به افراد آموزش بده، نه اینکه برای اونها انتخاب بکنه. و اگر به جایی میرسه که اون فرد علارغم همه آموزش ها انتخاب غلطی هم میخواد بکنه، دیگه اون حق اون فرد هست که اشتباه خودش رو بکنه و از اشتباه خودش یک درس عملی بگیره. و هم جناب آرامش هم گفتن که وظیفه افراد نسبت به همدیگه، حالا در این مورد ممکنه پدر و مادر باشه، صرفا جنبه مشاورت و نظر دادن داره، نه به جای دیگری تصمیم گرفتن و یا به جای دیگری زندگی کردن، حتی اگر اون فرد اولاد انسان باشه. البته میدونم که در آیین بهایی
در مورد ازدواج رضایت پدر و مادر ژنتیک شرط هست که اون یه بحث دیگری است. جناب فاخته رو میشنویم و بعد اگر خانم احسان شما صحبتی داشتید در این باره شنوا خواهیم بود. بفرمایید جناب فاخته. جناب فاخته عرض ادب مجدد به حضور عزیزم. بله درود بر شما. و بهتر بگم اولال انبیا میدونیم به زرس قاطع صحبت کردن فشاری به آدم نمیاره، آدم راحت میتونه همه چی رو بگه. من از این صاحبان ملک ادب و معرفت، مخصوصا اون آقایی که نمیدونم اسمش یادم رفت دیگه، پیر شدن و هلاکت پیری، آقای آرامش منظورتونه؟ مغز و سال نمیدونم ایشون که صحبت میکردن در مورد تربیت، من میخوام ازشون بپرسم تحت چه نوع تربیتی قرار گرفتن که اینگونه سلم و مسلم ابراز عقیده می کنن. ایشون تحت چه نوع تربیتی قرار گرفتن؟ آیا موی سرشون با من که موی سیاهی دارم خوب به هر حال تفاوت داره؟ یه زمانی واقعا نیاز هست که ما به جای جواب دادن سوال بکنیم، این نهایت فروتنی انسانه. هی معجزه‌ای به اسم سخنرانی جناب فاخته اتفاقا میبخشید من صحبت شما رو قطع میکنم چون داریم بیراهه میریم. من اتفاقا فکر میکنم اگه منظورتون جناب آرامش هست، ایشون به صورت سوال مطرح کردن و گفتن که در این خصوص تحقیقات من نمیدونم. بنابراین لطفا به بحث بپردازید، به بحث به موضوع بپردازید، به فرد نپردازید. مرسی. ببینین هر موضوعی یک زیربنایی با خودش داره که ای بسا زیاد ماننده صورت مسئله نیست، ولی من میخوام بدونم اونهایی که روان در تعیین هر نکته‌ای هستند خودشون چه مکتبی رو دیدن؟ بسیار خوب. اگر مایل باشن در رابطه صحبت میکنه. اگر شما مطلبی راجع به موضوع دارید ادامه بدید، در غیر این صورت اجازه بدید خانم احسان رو بشنم. بله چشم، ممنونم. دوستان تازه وارد خوش آمدید، آشنای گرامی جناب هرمز، جناب همایون، خانم ترانه، خانم باران بهاری، خانم نسرین، سیمرغ صفای گرامی و بقیه دوستان با ما بودید. خانم احسان شما مطلبتون رو ادامه میدید؟ خانم احسان تا خانم احسان به ما بله بفرمایید. خانم احسان زمانی که به ما باز پیوستید لطفاً ندایی سر دهید که متوجه بشیم. بفرمایید جناب آرامش. تو دوره تینیجری به نظر من این بسیار مهمه که همراهی بشه، اگه جواب مستقیم رو بشه یا نه.
نظری دادید. حق انتخاب رو دادن به نظر من به صورت کلی حق تمام وجودات زنده است. توی دور تینیجری فقط میتونیم که همراهی کنیم، نمیتونیم در مقابل چیز حق انتخاب به کسی بگیم، ولی نقش پدر مادر به این عنوان که بتونه با این که اجازه بچه... بدید من شماره رو دوباره بگیرم، مثل که دوباره یه مقدار اشکال داریم. ببخشید دوستان عزیز، خوش آمدید. در مورد موضوع خشونت صحبت میکنیم با دوستان و همچنین شما، امیدوار هستیم که وارد گفتگو بشید. جناب آرامش صحبت میکردن، صدای مقدار ناموزون بود. این هست که دوباره امیدواریم که ایشون روی خط باشن. بله بفرمایید. مثلا اینجاست که ما میتونیم همراهی کنیم، یعنی حتی اگر برخلاف اون نظر ما رفتار کردن، به نظرم بهترین راه این که بودن در کنار تینیجر است. بهترین کاری که میشه کرد به نظر من بودن، همراهی کردن، نه حق انتخاب رو گرفتن. بله. به این کان رو میده که به اون اکستریم های خودش نرسه، یعنی اون تجربه هایی که همه ما طول زندگی خودمون میکنیم، تمام اشتباهاتی که میکنیم، این زمینه رو درست میکنه که سریعتر و بهتر بتون میکنه. در مورد جناب فاخته، ما ببینید موقعی که ناراحت میشیم، یکی از دوستانم گفت، نه؟ آره اینو گفتن. موقعی که ما عصبی میشیم، ناراحت میشیم، این همین مکانیزم خشونتی که صحبت میکردیم یک نوع کارایی هم داره. یعنی چی؟ یعنی ما موقعی که عصبی میشیم، ناراحت میشیم، یا حتی از کسی بدمون میاد، این بدی در وجود خودمون هست، این خشونت در وجود خودمون هست، این اضطراب در وجود خودمون هست. این بهترین مکانیزمی هست که انسان داره اگه بخواد ازش استفاده بکنه. به چه صورتی؟ به این صورت که باید این سوال رو برای خودش مطرح بکنه، چه چیزی باعث شده که من اعصابم ناراحت بشه یا عکس العمل خشونتی داشته باشم؟ ببینید خشونت درونی است، خشونت در رابطه با فردی که خشونت میکنه است. یعنی عکس العمل ها باز دوباره همون مکانیزم هایی که صحبت کردیم، اگه من در رابطه با کسی احساس میکنم که ازش بدم میاد، احساس خشونت میکنم یا اضطراب میکنم یا میخوام باشم، این رو باید این سوال رو از خودم بکنم که چه اتفاق افتاده، چرا من اینجوری میشم. این بهترین راه حلیه که کمک میکنه به یه فردی بتونه یه تحولی در خودش به وجود بیاره. ولی متشکرم. بله ببخشید من شما رو قطع کردم، فکرم صحبتتون تموم شد. اوکی باشه، نه ادامه بدید، من اشتباه کردم، فکرم صحبت. یه مکانیزم دیگه ای هست متاسفانه باز دوباره همین توی اون بخش خشونت مثل ویروس عمل میکنه. من برای اینکه بخوام اگزیستنس خودم رو ثابت بکنم، من میتونم بیام شما رو تایید بکنم، باهاتون صحبت، یه چیز اضافه بکنم به اون مطالبی که شما دارید. متاسفانه در جامعه‌ای که فضا و تجربه های زندگی و همه اینها با اون مسائل بیوشیمی و هورمونی و همه مسائل رو در نظر بگیریم مشکل داره، این به جای این که بیاد این استراتژی رو انتخاب بکنه که من چطوری میتونم خودم رو، اگزیستنس خودم رو، بودن خودم رو ثابت بکنم با همراهی کردن. من صحبت از محبت و اینجور چیزا نمی کنم، همراهی کردن، بودن. متاسفانه در جامعه هایی که داستان زندگیشون خشونتی است، این مقابله کردن رو برای اینکه بگه من وجود دارم، من میزنم کسی رو که احساس کنم اون کسی که میگه من دردم آمد، من احساس میکنم بس وجود دارم. متاسفانه این مکانیزم های خشونتی در ما اونقدر بنیادی شده، اونقدر تکرار شده که درست مثل سیگار کشیدن دیگه سوال نمی کنیم از خودمون من چرا سیگار میکشم.
من چرا اینجوری عکس العمل نشون میدم، بلکه اینها اونقدر تکرار شده تکرار شده تکرار شده به عنوان یک ارزش در اومده و این ارزش برای خودم اونقدر جا افتاده دیگه علامت سوال نمیذارم برای خودم که چرا سیگار میکشم، سیگار میکشم. و متاسفانه مشکل ما نه فقط شما، فقط اگر مسئله فقط شما تنها بود که مشکل حل میشد، اون مسئله هست ما این رو میخوام، این کوله پشتی که سنگینی میکنه، این طول زندگیمون این پر شده و من نمیتونم دیگه این رو بکشم، یک فردی رو انتخاب بکنیم سر راهمون، حالا میتونه بچه خودمون باشه، میتونه پارتنر خودمون باشه، میتونه همسایه باشه، یک فرد باشه. و این کوله پشتی پر از گربه های نیمه جون، رابطه های ناتموم، شکست های آنچنانی، مسائل بیوشیمی و هورمونی و مسائل دیگر رو هی میخوام بذاریم تو کوله پشتی نفر بعدی، به جای اینکه قبول بکنیم که این درده، من یک مشکلی دارم و من مجبورم باهاش روبرو بشم، جرأت بکنم باهاش روبرو بشم. من اجازه رو به خودم میدم چون این بار اول شما نیست. این که متاسفانه افرادی که سر راه شما قرار میگیرن با اون روشی که شما انتخاب میکنی افرادی هستن که نمیتونن، شما انرژی رو ازشون گرفتی که بیان در مقابل شما بهتون بگن آقا من اون کسی نیستم، اون کوله پشتی خودت هست که سنگینی میکنم. این بدترین رابطهش میتونه تو رابطه بچهات باشه، میتونه رو رابطه پارتنرت باشه. موقعی که اینها دیگه از دست رفتن ما میگردیم به دنبال کسی که هاج و واج به دنبال این هستیم یکی رو پیدا کنیم. حالا این قرعه به نام من خوشبخت داده که جواب شما رو بدم. متاسفانه همه ما این امکان رو نداریم که وایستیم و بگیم عزیز من شما یک مشکل بنیادی داری و این رو مجبوری باش رو راست باشیم و بتونی باهاش حلش بکنیم. همینجور که احساس بکنی نظر من نظر چیز نیست، چی میگن زدن تو سر شما یا به این صورت نیست. من این رو واقعا میگم. چرا؟ چرا؟ چون اون افرادی که نزدیک بهتون هستن زخمی میشن و چون شما تو اون رابطه قرار میگیری ببخشید چون تو اون رابطه وابستگی قرارشون میدی با این تشویق کردن و محبت کردن و آی فلان تستم و آی تو خوبی بهترینی، باز دوباره میزنی تو سرشون. باز یک روز دیگه آی تو خوبی تو محبت ببخشید من فلانم فلانم فلانم، باز دوباره میزنی تو سر. یعنی در واقع همون مثالی نمیدونم شما بودین، مثال اون خانومی که شوهرش کتکش میزد بعد براش گلوبند طلا میخرید و اون خانوم راضی بود چون میگفتش که نمیدونی اون گلوبند طلا چه مزه‌ای داره. حالا جالب اینجاست که این مکانیزم فردی که در رابطه با این فرد، این فردی که خشونت میکنه قرار میگیره، مخصوصا بچه ها مخصوصا پارتنر، این قدرت انتخابش ضعیف میشه. یعنی اگر روز اول میرفت توی یک مغازه‌ای شاپینگ سنتری به قول خودمون میرفت یه خمیر دندون رو از بین 5 تا خمیر دندون حدوداً 3 4 5 10 ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید که انتخاب بکنه، موقعی که تو این رابطه قرار گرفت جلوی خمیر دندون‌ها وایستاده و 3 نوع خمیر دندون هست، مجبور میشه زنگ بزنه به جناب فاخته که جناب فاخته شما چه امر میکنید که کدوم یکی از این خمیر دندون‌ها رو من انتخاب بکنم. یعنی مکانیزم این رابطه خشونتی یک رابطه مستقیمی داره با قدرت انتخاب افراد رو مخصوصا پارتنرها رو ضعیف میکنه و این مکانیزم هست که خودش رو با بهانه های مختلف حالا کتک میخوره، میگه خب به خاطر بچه هام میمونم تو این رابطه، کتک میخوره میگه به خاطر مسائل اقتصادی بود، کتک میخوره میگه خب خانوادم بود، در صورتی که اصل مسئله رابطه اصلی در رابطه با این ضعیف شدن ببخشید قدرت انتخاب فرد هست. و متاسفانه جناب فاخته
من این رو قول میدم به شما، افرادی که نزدیک به شما هستن بیشترین ضربه رو از شما میخورن و این رو شما مجبورین، نه به خاطر خودتون، به خاطر بچه هاتون، به خاطر اون رابطه های خانوادگیتون، به خاطر اونها هست. پیشنهاد من به شما اینه، پیشنهاد من به شما اینه و مخصوصا اگر دوستان شما گفته های من رو دارن میشنبن جناب فاخته، این محبت رو در خدمت شما بکنن که قبول نکنن خشونت شما رو و این گفته های من رو به یادتون بیارن. درست؟ ببخشید. یعنی در رابطه با هر علائم خشونتی این رو به یادتون بیارن. این مکانیزم بر میگرده به اون کوله پشتی شما جناب فاخته. شما مجبورید یک بار برای همیشه با این مسئله به صورت واقعی برخورد بکنید. نقطه سر. ممنون جناب آرامش. خانم احسان شما صحبتتون ناتمومون. خانم احسان درود به دوستان تازه وارد. خانم اورانوس شما در تکس نوشتید که برای چند دقیقه راجع به خشونت و قانون صحبت دارید. شب شما بخیر. من شوهر اورانوس هستم. بله جناب شهرام درود بر شما، خوشحالم از اسم من استفاده شد اینجا. امیدوارم که سوء استفاده نباشه، تنها استفاده باشه. خشونت که به خرج ندادن برای که میکروفون آخرش میگم استفاده شد یا سوء استفاده. امیدوارم که میکروفون رو با خشونت از شما نگرفته باشه. نمیذاریم. خب جناب شهرام به جمع ما خوش پیوستید، در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو بشنویم در مورد خشونت. شب روز شما بخیر. من سعی میکنم که فقط یک چند لحظه اون چیزی که تقریبا از لحاظ کاری هر روز باهاش برخورد دارم از دید دادگاه و وکیل جنایی براتون توضیح بدم، چون که زاویه که من الان کوتاه چند دقیقه پیش شنیدم شاید خیلی جالب بودش برای من، ولی ما چون هر روز با افرادی به عنوان جنایتکار و افرادی که باید مجازات بشه سر و کار داریم، مسئله اصلی از دید حقوقدان اینه که جناب شهرام یه جوری نگین که ما بترسیم. خب وقتی شما توی بعضی مواقع کارهای مجبورین انجام بدین در دادگاه با افرادی سر کار دارین که علت خشونتشون این نیستش که مثلا در ژنشون باشه یا در تربیت خانوادگی، دید ما اینه که چجوری ما موقعیت رو باید هر جوری باشه با توجه به خطرناک بودن این افراد از جامعه باید بیارینشون بیرون و چجوری ما اینا رو مجازات بکنیم. دید بحث منم رو این قسمته که خیلی کوتاه من فقط در لحاظ عملیشو میگم، چون مسئولیت سالم نگه داشتن جامعه یک مسئولیت خیلی سختیه و شاید قانون خشونت خیلی زیادی باید داشته باشه که بتونه افراد ناسالم رو از جامعه بیرون کنه. چون اگه اجازه بدیم که بگیم که افراد چون خودشون قربانی خانوادهشون هستن، قربانی مواد مخدرن، قربانی بیپولین، قربانی چه میدونم بیماری‌های روانین، قربانی سوء استفاده جنسی خانوادهشون هستن، قربانی سلطه طلبی هستن، از این چیزا ما خیلی وقتا میشنویم که طرف میاد تو دادگاه گریه میکنه میگه آره من مجبور بودم دزدی کنم، اومدم کیف زنه رو بدزدم، دستم گرفتش ول نکرد، مجبور شدم یه چکش بردارم بذارم دوستانش که کیفش رو بدزدم. و یا من یه موکلی داشتم متاسفانه حرف چند سال پیش بود که این خانم 28 تیکه کرده بود، وقتی تو دادگاه باش بحث میکردن آقا چرا این کارو کردی، میگفت مجبور بودم برای اینکه توف کرد تو صورتم. این خشونت ها در جامعه هستش و ما هم نمیتونیم بگیم که آگاهی و حالا میتونیم امروز و فردا بالا ببریم. سطح آگاهی یک وره، کیفیت آسیب پذیری یک وره، منابع علت خشونت یه وره دیگه است، ولی جسارت های انسان ها باید هر جوری شده باشه به وسیله قانون جلوگیری بشه و قانونی که ضعیف باشه، قانونی که نتونه جلوگیری بکنه از خشونت، اون کشور رو باعث میشه که از هم بباشه و افرادی که آرام هستن، افرادی که میخوان با دوستی و مهربانی اونجوری که خانم تیفوری فرمودن محبت بکنن، در اینجا سریع میتونن قربانی مردم مریض قرار بگیرن.
من فقط خواستم یه فر دیگه باز بکنم که ما هم با خشونت سر و کار داریم، ولی متاسفانه دید ما از اجتماع و مهندسی اجتماعی مخصوصا از قانون اینه که باید قانون بتونه جلوی خشونت رو بگیره و شاید خود قانون منبع خشونت، همون جوری که ما میدونیم مثلا لازم هستش که یه نفر رو اعدام بکنن، مثلا میگم الان در ایران میگن که برای اینکه ایشون اومده شوهرش رو کشته، همین کیسی که همه میشنویم، که در اینجا بحث خواهد بودش که آیا قانون کشتن برای اینکه کسی خشونتی در جامعه باعث شده آیا درسته، که اون بحث جرم هستش که تا چه حد قانون میتونه خشن باشه و تا چه حد خشونت عاملش اصلا خشن بودنه و شاید سلطه طلبی، شاید لذت. ما افرادی داریم که از روی لذت خشونت رو انجام میدن، ما افرادی داریم که از روی سلطه پذیر بودن دیگران موقعیت رو به کار میبرن و خشونت رو به عنوان یک روش فیزیکی به کار میبرن که تحمیل بکنن عقیده خودشون رو به انسانهای دیگه بدون خشم، و خشم همیشه علت خشونت نیستش. من کوتاه میکنم، این چند کلمه بود گفتن که شاید قبل از اینکه بخواد، من متاسفانه کوتاه اومدم و گفتم اگه لازم باشه یک عقیده داده باشم شاید. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، امیدوارم که در جلسات نشست های آینده زودتر به ما بپیوندید که بیشتر از نظرات شما از این زاویه آگاه بشیم. اشاره شما فکر میکنم به خانم سکینه آشتیانی بود و مسئله که اعدام یک چیز هست و نوع اعدام، اعدام هایی که باعث زجر کش کردن اون متهم میشه اون یک مسئله دیگه است، و البته من شخص با هر نوع اعدام مخالف هستم. من اضافه کنم، ببینید حالا خانم اسم ایشون شما آوردین و وکیل ایشون الان متاسفانه برای اینکه دفاع میکردن از ایشون، خود وکیل ایشون محکوم به اعدام شدن. جدی؟ بله، وکیلان در دنیا سربازان عدالت هستن و هر وکیلشون کی بودن؟ و هر یه وکیلی که کم بشه یعنی عدالت در اون جامعه کم میشه، و مخصوصا وکلایی که دفاع از حقوق بشر میکنن. بله، وکیل ایشون کی هستن؟ وکیل جنایی هوتن هستن که متاسفانه طبق اطلاعاتی که الان در اینترنت هست محکوم به اعدام شدن که حالا خود همین حکم متاسفانه بسیار ناگوار هستش، و ایشون یک انسانی بودن که پدر خودشون رو دست داده بودن. دوستی نوشتن از کشور خارج شدن؟ نه، ایشون از کشور خارج نشدن و در زندان هم هستن، و در موقعی که وزیر خارجه آلمان با آقای احمدی نژاد دفته بودن دست داده بودن، در همون روز دو نفر آلمانی رو آزاد کردن آقای وزیر خارجه آلمان، ولی ایشون و پسر خانم سکینه در زندان بودن که دولت‌های اروپایی هیچ علاقه‌ای نداشتن به دفاع حقوق بشر و انسان‌هایی که نژادشون ایرانی بودش براش مهم نبود، و اون دون آلمانی رو آوردن بیرون، که خود همین یک بحث زیادی در مجلس آلمان و مجلس شهر فرانکفورت باعث شده بود. بله، البته این فکر میکنم منو تصحیح بفرمایید اگر اشتباه میکنم، مخصوص به حکومت ایران هست که وکلای مدافع رو دستگیر میکنه، زندان میکنه و محکوم میکنه. من جمله خانم نسرین ستوده از وکلای معروف هستند که در زمینه حقوق بشر فعال هستند، و ایشون هم فعلا در زندان هستند. درسته جناب شهرام، ایران تنها کشوری است که وکلای مدافع رو دستگیر میکنه؟ نخیر، این اشتباه هستش، 100% اشتباه هستش، و در خود همین آلمان هم که کشور مهد قانون خودشون اسمش میذارن، وکلای دادگستری که با سیستم در میافتن، ما کم نداریم که مشکل حقوقی پیدا میکنن. در خود ایالت کالیفرنیا آمریکا دوستان خود من بودن که FBI اذیتشون کرده و در اتاق وکلا اومده بودش، دستگاه گذاشته بود. در چین، در خیلی کشورهای دیگه هستش. هر وقت که شما وکیل شدین یعنی که دفاع از حق موکل میکنین، و اون موقعی که روبروتون دولت‌ها قرار میگیرن، حالا در هر کشوری باشین، دولت‌ها هیچ علاقه‌ای ندارن که وکلای مخصوصا حقوق بشر بخوان در کارشون دخالت کنن. در بعضی کشورها که حالا فرمودین شما، خب شدیدتره، هرچی سیستم بحث‌تر باشه
سخت‌تره، ولی این فقط محدود نمیشه. جای تأسفه. دوستی می نویسن محکوم به اعدام نشد، الان در نروژ و فنلاند است. برحال ایشون مطمئنن اشتباه میکنن با یکی دیگه، یک وکیل دیگه در رابطه با یه پرونده دیگه بوده، وکیل مال این خانم که فرمودین محکوم به اعدام شدن و چند هفته پیش بود، در دو سه هفته پیش بود که سازمان ملل و جامعه اروپا هم در این رابطه بیانیه بیرون دادن که در اینترنت اگه اون بیانیه رو شما فقط اسم خانم سکینه رو بزنید و لویرشون بلافاصله پیدا خواهید کرد. من سعی میکنم اگه لازم باشه الان براتون نوشتن که وکیل خانم سکینه آشتیانی محمد مصطفوی است. نخیر، اشتباه سیم. نه به هر حال، حالا بحث اصلی بر سر اسامی اینها نیست، موضوع اساسی موضوع خشونت و اعدام هست و اینکه وکلای مدافع دستگیر میشن. خانم لحظه، من برام سوالی پیش اومد اگر که بله اجازه بدید ما جناب فاخته رو بشنویم، چون مدتی دسته ایشون بالا هست، بعد خدمت شما خواهیم بود. جناب فاخته خواهش میکنم بفرمایید. اولا خانم لحظه، چرا منو خفه میکنی؟ چرا منم مثل سایر اعضای این اتاق در تکاپوییم که نکته ای رو روشن کنم؟ جناب فاخته، من از شما درخواست کردم که راجب اجازه بدید صحبت کنید، راجب افراد صحبت نفرد. خانم، یک موضوع بال و پر داره. یک موضوع این نیست که بگین شلوار من سبزه همه راجبش صحبت کنن. یک موضوع بال و پر داره و هر طرفی میتونه بکشه، به شرط اینکه از مسیرش خارج نشه. و به شرط من دارم به شما میگم این آقایی که برخورد شخصی نیست، هر شخصی یک اراده ای و تومانینه ای برای پرداختن به کلامش داره و با این کلام باید سر و کار داشت. من هیچ کدوم از شما رو ندیدم نه میشناسم، ولی بابایی که میاد منو نصیحت بکنه که بگه دوروبرت آسیب میبینن از تو، این یه خشونت فکریه، این یک خشونت ذهنیه که در مورد من اعمال میکنه بدون اینکه ترتبی بر کمال حرفش داشته باشه. فقط یاد گرفته، فقط یاد گرفته یه اسهال دهنی با خودش همراه داشته باشه و اینو سر هر کسی آوار کنه. جناب آیدین، فکر میکنم شما وارد حیطه خشونت لفظی دارین میشین. بحث اینجا این هست که خشونت نه 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 من نه اجازه بدید دنبال نکنیم. نه خانم، 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 من دنبال اون حیطه خشونت لفظی یا از هر مرادی که بخواین نمیشم. من واپسگوی کلام این آدمیم که اینقدر اطمینان به کلامش داره که به من پیرمرد نصیحت میکنه. خیلی خوب، شما ای بابا اینجا ما اومدیم راجع به خشونت صحبت کنیم، همه با هم دعواشون شد. خب جناب فاخته، نه نه نه، شما مسائل شخصیتونو در پی ام دعوایی در بین نیست خانم، خانم لحظه، مسائل شخصی نیستن، اینا ادراکات آدم ها هستن که وقتی گفته میشه آدم نسبت بهش عکس العمل نشون میده. من این آدمو مثلا حتی مهمون من بشه قدمش رو روی چشمم میذارم.
عزیزم از این ولی اینکه بیاد از اون دانش از اون دانش ناقصش از اون دانش ناقصش برای من آقای محترم اجازه بدید من بحث خاتمه میدم نه این بحث من خاتمه میدم این بحث به جایی نمیکشه بحث دو نفره شده برخورد دو نفره شده به جایی کشیده نمیشه من این بحث رو با اجازتون خاتمه میدم اجازه بدید من یک خلاصه از اون چی که گذشت امشب در اتاق مطرح کنم و تشکر کنم از دوستانی که با ما بودن. موضوع خشونت بود. دوستانی که شرکت کردن خیلی ممنون ازشون، خانم تیفوری، خانم اورانوس، جناب شهرام، جناب آرامش، خانم همایستان و جناب فرزاد فرهند بودن در اتاق اسکایپ، جناب فاخته و جناب پیک، جناب رائی در اتاق پلتاک در بحث شرکت کردن. نکاتی که خاطر نشان شد مسئله این مسئله بود که خشونت از بدو زندگی باید شناسایی بشه و اطفال از همون زمانی که به صورت جنین هستند متوجه باشند پدر و مادر که در معرض خشونت قرار نگیرند. نکته دوم این بود که ترس عامل خشونت هست. خشونت در فرهنگ‌های متفاوت و زمان‌های متفاوت مفاهیم خودش رو به نوع دیگری تعبیر می‌کنه. خشونت انحراف از مسیر متعالی عشق است. منشأ خشونت تبعیض و بی‌عدالتی است. در مورد ژن خشونت و اینکه اخیراً ژن خشونت به وسیله دانشمندان شناسایی شده و اینکه خشونت نوعی بیان احساسات هست. خشونت و آزادی رابطه معکوس با هم دارند و چرا اگر این چنین است چرا در جوامع آزاد ما با افزایش خشونت روبرو هستیم؟ خشم لزوماً باعث خشونت نمیشه. آموزش و پرورش و تأثیر اون در خشونت یا کاهش خشونت یا کنترل خشونت، این موضوع که عدم تفاهم باعث خشونت میشه، اشاره به وحدت زبان، وحدت مفاهیم مشترک از واژه ها، تحصیلات و نقش اون در افزایش یا کاهش خشونت، رابطه اون با خشونت و درخواست این که دوستانی که از آموزه های بهایی اطلاع دارن در رابطه با آموزش و پرورش دیدگاه های بهایی رو مطرح کنن در رابطه با خشونت. آزادی خواهی در شرق که اخیراً در خبرها میشنویم این به چه صورت هست و خشونت دیده میشه در زمانی که آزادی زیر فشار هست. استراتژی خشونت کمتر استفاده میشه اگر امپاتی که من لغت فارسی مترادفی براش هنوز شناسایی نکردم در انسانها تقویت بشه. امپاتی یعنی این که از دیدگاه دیگری بتونیم به مسائل نگاه کنیم. لغتی هنوز من در فارسی باش برخورد نکردم. رابطه خشونت با حق انتخاب و مسئله اعتیاد و ترک اعتیاد و به خصوص آموزش حق انتخاب و چگونگی انتخاب در سن 5 تا 7 سالگی، نیاز به قانون در جلوگیری از خشونت که آخرین مطلبی بود که شنیدیم از جناب شهرام. جناب بله بفرمایید، گرچه داریم به دقایق واپسین بحث میرسیم. بله شما این سوال رو مطرح کنید. سوال من این بود آیا بررسی هایی هست که نشون بده اعدام
به صورت کلی خودش میتونه یا اون خشونتی صحبت کردیم میتونه جنبه مثبت داشته باشه برای جامعه، این رو اگه بررسی های هست تو این مجموعه، و یا به صورت کلی کلن زندانی کردن افراد کمک میکنه که جامعه به طور کلی مجازات منظورتونه، بله مجازات به صورت بله. کلی آیا بررسی های مشخص غیر مشخص کلی وجود داره که نشون بده یک رابطه مستقیمی داره بین این که ما مجازات میکنیم و جامعه بهتر میشه؟ سوالتون مستقیم به من بودش؟ بله. اگه لطف کنید این رو من فقط تو سعی میکنم تو یه جمله بگم که بعدن حالا دفعه بعد دقیقتر. جناب شهرام من فکر میکنم 5 دقیقه میتونیم خدمت شما باشیم در مورد این موضوع، چون موضوع بسیار مهمیه. این دیدگاه های مختلفی ما داریم، دیدگاه هایی هستش که لیبرال، دیدگاه های کنزرواتیو هستش، دیدگاهی هستش که میگه که علل باید تحقیق بشه و چون عللش خود شخص قربانی هستش باز همین نباید مجازات بشه. بعدش دید دیگه داریم که میگه جرم خصوصی نیست بلکه جرم اجتماعیه و اگه بخواید آدم یک جامعه سالمی داشته باشه شخص نیستش، برای همین هستش که باید جامعه حق داشته باشه که یک شخصی که باعث جرم میشه و این جرم کشتن مثلا باشه، آتش زدن محلی باشه که انسان‌ها مثلا دبستان یک منطقه تو آمریکا چند مدت پیش اگه یادتون باشه یه آقای برنج شد هفتیریشو برداشت و رفتش 12 تا شاگردو کشت. حالا شما میتونید بگین که این ناراحت بود، سکونه متأسفانه مشکل پیدا کرده بود با خانواده‌اش رفته بودش و خرسش رو دیگران درآورده بود. این بحث یه مسئله جامعه و جرایم جامعه، انحراف اجتماعی و منشأ جرم خیلی مهمه که آیا طرف مشروب خورده، آیا طرف از قصد خودشو مست کرده یا اینکه مواد مخدر استفاده کرده. اینا خیلی بحثای مختلفی آسیب پذیری جامعه رو بررسی میکنن و اگه بخوایم بگیم خوبه یا بده هیچ جوابی وجود نداره. جامعه پیشرفته به این نتیجه رسیدن که بهتره نکشن و اونم یه قرارداد اجتماعی ازش. برای چی؟ برای اینکه میخوان به این وسیله خشونت رو کمتر بکنن، چون که جامعه ای که خشونت رو به وسیله قتل میادش انجام میده کرامت انسان و ذات انسان رو بهش بی احترامی میکنه و برای اینکه جامعه دموکراتی احساس میکنن که بیشتر به ذات انسان و کرامت انسان احترام باید گذاشت از اجرای قانون اعدام خودداری میشه. تکرار میکنم، از اجرای قانون اعدام. ولی در خود مثلا شهر فرانکفورت که بنده هستم، در قانون در این ایالتی که ما هستیم قانون اعدام وجود داره. در هم آلمانی که بنده زندگی میکنم قانون اعدام هنوز وجود داره. اینکه اجرا نمیشه یک بحث دیگه که نسبت موقعیت اجتماعی دولت زیاد تصمیم گرفتن که اجرا نکنه. بسیار متشکرم جناب شهرام گرامی. سوال منم در همین رابطه بود خانم لحظه. ای وای من اصلا فراموش کردم خانم تیفوری، با پوزش بسیار. خواهش میکنم، مسئله نیست. البته این سوال احتیاج به تحقیق و بحث طولانی تری داره، منتها من در این آخر وقت این اتاق این سوال رو مطرح میکنم با این امید که شاید بتونیم یک باری حتما. در این باره صحبت کنیم. جناب دکتر شهرام وکیل ما صحبت از این فرمودن که قانون خودش خشونت آمیزه و این خیلی جالب هستش و همچنین ایشون اشاره به عدالت فرمودن. برای من این سوال پیش اومد که ارتباط عدالت با خشونت چیست؟ آیا برای اجرای عدالت باید از خشونت استفاده بشه یا نه؟ و همچون که گفتم ممکن است جواب طولانی داشته باشه و یا بله بحث وقت دیگری. بله، ما این سوال های آیا اعدام جنبه مثبت داره یا به نوعی مجازات جنبه مثبت داره، آیا قانون خشونت آمیز هست، آیا در بطن قانون خشونت وجود داره، ارتباط عدالت با خشونت ما رو میرسونه به آغاز شاید بحث نشست آینده و پایان بحث نشست امروز.
برحال به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. یک بار دیگر متشکر از دوستانی که در بحث شرکت فعالانه داشتند و به امید دیدار مجدد